این 3-4 سالی که در حقیقت من در بخش خصوصی فعال بودم، معمولا ماهی یک بار، 2 ماهی یک بار دوستان قدیمی ارشاد یه ناهار با آقای خاتمی میخوردن. و نکته جالب اینه که یه روز قبل از این که اصلا آقای خاتمی بپذیره، ما ناهار اونجا دعوت داشتیم. من بودم، آقای تاجزاده بود، آقای خرازی بود، از نیویورک اومده بود، آقای عرض کنم خدمتون نکلن یادم میاد، آقای انوار بود، عرض میکنم آقای فیض الله عرب سرخی بود، یه تعداد از این مجموع دوستان بودن. قبل از این که ما معمولا میرفتیم نماز میخوندیم به امامت ایشون، بعد نهار میخوردیم، بعد میشستیم مثلا 2 ساعتی گپ و گفتگو میکنیم راجع به مسائل مختلف. من قبل از این که ایشون بره برای نماز قامت ببنده، گفتم که دوستان میگن که انشالله شما نامزد ریاست جمهوری هستی. برگشت یه نگاه اخمالودی به من کرد، پسرم دیوانه. گفتم که نه، خب دیوانه که نیستید، قطعا بسیار عاقل هستید، محاسبه میکنید. خب نه، با من امکان چیز ندارم، کار تو این فضا و شرط ندارم. گفتم حالا اگه فراهم شد. خب خیلی سخته. نه، گفتم که دوستان نظرشون هستش که شما رو در مقابل عمل انجام شده قرار میدن. گفتش که باز با عصبانیت، به عصبانیت زیبایی داره آقای خاتمی، بلافاصله عصبانی میشه. و حالا من تجربه زیادی دارم از این عصبانیت ایشون، بعد چیز میکنه آروم میشه و به خاطر اون عصبانیتش بلافاصله از شما عذرخواهی میکنه، سعی میکنه از دل شما در بیاره. گفتش که مگه همینطوری هستش؟ مگه عرض میکنم خدمتتون میشه یکی رو تحت فشار بذارن قابل عمل انجام شد؟ خودم حالا شدن که نه، خب میشینن قانعتون میکنن. گفت خب حالا تمام بود. خیلی من فرزند کبیر در اردکان یزد، در حاشیه کبیر و در خانواده روحانی که در این حال برخوردار از اندیشه و آزادگی هم بود زاده شدم و رشد کردم. پدرم حضرت آیت الله شیخ روح الله خاتمی رضوان الله تعالی علیه دیگر دوران تحصیل ابتدایی رو در اردکان طی کردم، متوسطه رو هم تا 5 دبیرستان در اردکان دیدم که در ضمن تحصیلات مقدماتی علوم دینی رو در حوزه علمی اردکان تدین نظر پدرم طی کردم. خاتمی یک قصیده بسیار بسیار کوچک از اقیانوس بسیار بزرگ و موحید ملت ایران است. همه مسئولیان، مسئولان اجرایی و ناظر باید واقعا این کار رو بکنن که همونی که رأی مردم هست بیاد تو صندوق و همون خونده بشه و همون اعلام بشه. ممکنه کسی فکر بکنه که حالا ما اگر تغییراتی بدیم شخص مقبولی که خودمون به او ایمان داریم میاد سر کار، خب یه نفعی است برای جامعه، ولی ضرر بنیانی داره این کار. چه درآمدی از این با ارزشتره که ما به خاطر او شک تو دل مردم بندازیم که مردم شک بکنن که اینا راست میگن یا نه، انتخابات آزاد یا نه، آرا ما دزدی میشه یا نه. باید واقعا مسئولان اجرایی و ناظر به گونه ای کار بکنن که مردم خیالشون راحت باشه. البته من این رو هم میدونم که یه عده هستن با هر کار بکنیم اونا حرف منفی میزنن و میگن درست نبود، تقلب شد، فلان شد. اما این که ما خودمون کار بکنیم و سند بدیم و واقعا این کار رو بکنیم، خب این پیش خداوند باید جواب. دوم خرداد خبرنگار نیویورک تایمز در تهران اومدن دفتر من، سوال کرد که خب الان ظاهرا شما دارید به توفیقی دست پیدا میکنید. گفتم ظاهرا اینطوره. گفت خودتونو چی میخواید بنامید؟ شما چی هستید؟ من بگم چی؟ بگم مثلا دست چپی،
بگم من میخوام توی مقالم برای شما یه اسمی بذارم، شما یه در حقیقت باید یک تایتلی داشته باشید، تفکر شما، جناح شما. گفتم والا این چیز شخصی منه، من خدمت شما میگم، حالا بگید فلانی اینو گفت، این چیزی نیست که بحث شده باشه یا اجماعی روش باشه. من فکر میکنم ما اصلاح طلب باشیم. از دوم خرداد پا گرفت، استحاله درون قدرتی است. یعنی ممکن ما مشارکت هم بیاد، حالا حد اکثری، حالا راجع به مشارکت دیدگاه اینا عرض میکنم، اما اینا وقتی به قدرت رسیدن از درون قدرت قدرت رو مستحیلش بکنن، تغییرش بدن، استحالش بکنن. اینها به اسم جمهوری اسلامی میان، به اسم مشارکت بیان، به اسم قانونگرایی بیان، به اسم قانون اساسی میان، به اسم آزادی سیاسی میان. اما وقتی به قدرت رسیدن همه این نهادها رو با کارکردهای خودشون به تدریج عوض کردن. این ادبیات دوم خرداد این رو قشنگ بیان میکنه. بعد از دوم خرداد آیه حجاریان که تئوریسین اینها بود در بخش‌های داخل حزبشون، گفت آقای خاتمی الان داره دوره گذار رو طی میکند و دوره رو به اسم دوره گذار نامگذاری کردن و رفتارها رو گفتن اینا رفتارهای دوران گذاره. یعنی از وضعیت جمهوری اسلامی به وضعیت جمهوری غیر اسلامی، دموکراتیک یا هرچی، ما باید تغییر بدیم. شروع کردن توی بخش های زیر ساختی در حقیقت زیراب دین رو بزنن. One month ago they stopped our newspaper. They shot. After that we opened two newspapers. ما معتقدیم به آزادی بیان، ما معتقدیم به آزادی فعالیت های اجتماعی. اصلا این مفاهیم و این حقایق را انقلاب آورد، پیشروان انقلاب اینها را آوردن تو این کشور، این چیزا که نبود تو این کشور. اما این آزادی محدود است، آزادی مطلق نیست. حدش کجاست؟ اون حدودی که اسلام تعیین کرده است. اگر بنا شد کسانی مردم را به بی ایمانی سوق بدهند، به شهوات سوق بدهند، اونا آزاد نیستن در این کار. این آزادی، آزادی خیانت است. اگر کسانی قرار شد بنشینند توطئه کنند و این توطئه را به شکلی در یک نوشته‌ای منعکس کنند، این آزادی توطئه است. بنده منتظر میمانم ببینم دستگاه‌های مسئول چه می‌کنن، و الا جلوگیری از این حرکات موذیانه کار دشواری نیست. وزارت ارشاد، سازمان دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی، ببینن چه می‌خوان از جان مردم، این کسانی که در بعضی از این مطبوعات ایمان مردم را هدف گرفتن، به انقلاب اهانت می‌کنن. این نمی‌شود این
قابل قبول نیست. من یک بار دیگه هم در اول امسال این هشدار را دادم، اینم بار دومه. اتمام حجت میکنم من با مسئولین، مسئولین باید اقدام بکنن در این مورد. Britain's foreign secretary flew to Tehran. President Khatami still needed to convince the West that the rest of Iran's leadership supported his moderate policies. I said to him that it didn't help that when they paraded their Shahab missiles on their National Military Day in Tehran, that the legend written on these missiles in English was death to the Americans. Khatami came straight back at me, smiled and said, yeah, but that's some relief to me, because they used to write death to Khatami. And it was a very poignant moment, really, bringing out, in a sense, his openness about the way in which he was continually being undermined by the conservative forces in Iran. Muhammad Khatami came and this opportunity is granted. هرچند شاید روز 16 آذر روزی نباشد که در آن بتوان از رئیس جمهور انتقاد کرد و از او در زمینه عملکرد دولتش پاسخ خواست. از او پاسخ خواست در خصوص شعارهای داده شدهش، اینکه واقعا جامعه مدنی مد نظرش چه بود، آیا همان مدینه النبی بود که میگفت یا آن که هابرماس و گرامشی میگفت. بپرسیم از آزادی، مردم سالاری، توسعه سیاسی و سایر شعارها. بپرسیم از اینکه جای معیشت، اشتغال و امنیت در میان این شعارهای رنگارنگ در کجا بود. در سال پاسخگویی من از دوستانی که هو میکنن تقاضا تعامل مخالفی که شعار ایشون بوده شما را پرسش کنم. نمیگذارد که بگوییم از اجرای سیاست‌های ترجمه‌ای و غیربومی. بپرسیم که آیا اقتصاددانان اتراق نموده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چیزی غیر از اقتصاد لیبرالیستی و نئوکلاسیک آموختند و سیاستمداران اصلاحات پیشه چیزی غیر از جامعه مدنی، لیبرال دموکراسی و حقوق بشر اومانیستی. و این سخن را از ضامن عدم انحراف نظام از اصول قانون اساسی که ننگ است برای کشوری که سیاست و اقتصادش ترجمه‌ای باشد، چرا که عمده ناکارآمدی‌های نظام از این ناحیه می‌باشد. شما حق دارید بگید که چرا این شعارهایی که مطرح کردید درش پیشرفت حاصل نشد. این حرف حرف درستی است. ما خیلی شعارها دادیم که تحقق پیدا نکرد، اما این به معنی عقب نشینیه؟ حضراتی که خواست داره تغییر قانون اساسی و تغییر نظام هستن، چه تضمینی میدن که این نظام که برود یک دموکراسی به معنی غربیش در اینجا پیاده بشه؟ امکان نداره همچه چیزی. با کدوم مردم، با کدوم اعتقادات، با کدوم پشتوانه؟ و وقتی پشتوانه دنیا نبود، به کمک آمریکا و دیگران ما خواستیم دموکراسی پیدا کنیم. آمریکا سلطه خودش رو بر دنیا میخواد، و الا آمریکا که از ارتجاعی ترین حکومت‌های دنیا با عنوان همپیماناش دفاع میکنه. ما نمیگیم که جمهوری اسلامی عیب نداره، نقص نیست. ما نمیگیم بعضی جا حقوق بشر پایمال نمیشه. ما نمیگیم رفتارهایی که با نویسندگان و خبرنگاران میشه همش درسته. ما نمیگیم که وضعمون ایدئال است از نظر اسلامی، اما من میگم، به صراحت میگم که وضع ما حتی با معیارهای امروز از همه همسایگانمون بهتره، و در عین حال ملت ما داره یک تجربه میکنه به نام اسلام. در مقابل اسلام طالبانی میخواد دموکراسی رو بیاده کنه. بنده به یک جنبندی رسیدم از مدتها پیش تا امروز. اون جنبندی رو برای شما عرض میکنم به عنوان کسی که از اول این انقلاب تا امروز در مسائل گوناگون در عرصه‌های مختلف این نظام با جوانب و جریان‌های گوناگون مواجه بودم. هم آدم‌ها رو می‌شناسم، هم حرف‌ها رو می‌شناسم، هم با تبلیغات رسانه‌ای دنیا آشنا هستم. یک جنبندی من دارم. اون جنبندی به طور خلاصه اینه: یک طرح همه جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی
طراحی شد و جوانب اون از همه جهت سنجیده شد و این طرح بازسازی شده است از اونچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. یک اشاره‌ای بکنم به طرح آمریکایی در فروپاشی شوروی. عمده این چیزی که در ذهن من از این تصویر هست از یادداشت‌هایی است که خود من روز به روز در سال 1370 از خبرهای ماجرای شوروی یادداشت کردم در یادداشت‌های روزانه، بعد البته تکمیل شد با اطلاعات فراوانی که دوستان ما از منابع مهم روسی و غیر روسی فراهم کردن به بنده دادن. نمیخوام حالا با تفصیل بیان کنم، اما ماجرای عظیمی است و نظام علوی نظامی است که به آن درجه از شجاعت و آن درجه از امنیت و آزادی برسد که هر فردی بتواند حق خیش را بدون لکنت زبان در مقابل بالاترین قدرت‌ها بخواهد و حرف خود را بزند. جاوی جنرات اینا میگیره. اگه بسیار خوب، حالا انشاءالله بعد از بنده کسانی خواهند اومد که عمل خواهند کرد و شما نتیجه عملشون رو خواهید دید. تک تک آمارهای فیلمی که می‌بینید از وبسایت بانک مرکزی دولت اوغان استخراج شدند. دوم خرداد 76، خاتمی دولت را با 17.4% تورم تحمیل می‌گیرد. تلاش طولانی دولت و مردم برای کاهش تورم آغاز می شود. سال 1384 محمود احمدی نژاد در حالی دولت را از محمد خاتمی تحویل می گیرد که در عرض 8 سال نصف تورم تا 10.4% پایین آمده است. دولت نهم آغاز به کار می‌کند. نتیجه 8 سال تلاش ملی برای کاهش تورم در عرض 3 سال از بین می رود.
فکر میکنید در سالهای پس از جنگ کدام دولت بیشترین درآمد نفتی را داشته است؟ سال 68 دولت هاشمی آغاز به کار میکنه. سال 76 دولت خاتمی آغاز به کار میکنه. سال 84 دولت احمدی نژاد آغاز به کار میکنه. درآمد نفتی دولت محمود احمدی نژاد به تنهایی و در 4 سال برابر با مجموع درآمدهای نفتی 16 سال دولت‌های هاشمی و خاتمی بوده است. این همه درآمد صرف چه کاری شد؟ و هر گامی که به هدف نزدیکتر بشویم یک پیروزی است. از مشکلات نباید هراسید. دوم این که وقتی کسی در موقعیت من قرار می‌گیره با محبت و یک دنیا امید مردم رئیس جمهور می شود و این محبت و امید مردم به او اعتباری می دهد در داخل و در خارج، او دیگر نمی تواند ملاک تصمیم گیری رو فقط تشخیص های فردی و شخصیش قرار بده. باید با توجه به شرایط عمومی، به نیازهای عمومی جامعه که احساس می کنه تصمیم بگیره. وقتی هر کس به من دسترسی داره یا صدا و نظرش رو به من میرسونه، از من میخواهد که بیایم. وطن ما عزت ماست. ما نمیخواهیم دیگران را تحقیر کنیم، بلکه حتی میخواهیم و باید بخواهیم که از دیگران بیاموزیم، ولی میخواهیم عزیز باشیم. آزادی مستقل در عرصه اندیشه، منطق در عرصه گفتگو، قانون در عرصه عمل. تا وقتی که مردم ما منتظر قهرمانانی باشند که از بیرون بیان نخواهش کنند. قدرت برآمده از رأی مردم است و قدرت تحت نظارت مردم است و تمام لوازم جمهوری یعنی آزادی در اندیشه، آزادی مخالفت و تلاش میکنن برای تحریک کردن اذهان متدینان و به خصوص صادقان بگویند طرفداران آزادی، طرفداران بلنگاری و بدخلاقی و فساد و فحشا هستند. اقوام قانون یعنی هرج و مرج و آنارشی و قانون بدون آزادی یعنی استبداد. باز هم میگویم مدارا و گفتگو راهی جدی نداره. خدمت شما و خدمت همه ملت بزرگوار ایران میگویم به پیمانی که با شما بستم و به سوگندی که یاد کردم وفادارم. ملت ایران توانسته است با نفوذ در افکار عمومی ذهنیت جهان را به نفع خود تغییر داد. امروز نگاه به ایران بیش از هر زمان دیگر نظام شما و کشور شما در عرصه بین المللی دارای وجاهت و احترام. ملت شریف و ملت عمیق ایران می تواند تجربه مردم سالاری توأم با دینداری را در آغاز به همه دلسوزان انقلاب می گویم دفاع درست از دینداری و از انقلاب این است که بیاییم از پایگاه دین، از آزادی. مردم صاحب حق و احترام است. حکومت برخواست از مردم است. اگر القاء مطالبی که پایه‌های ایمان مردم را سست می‌کند بد است، نشان دادن چهره خشن و بی‌منطق از دین هم ایمان مردم را سست می‌کند. پس با این ملت همراه و تأمین کننده مطالبات او باشد. ماندنی است در هر کجا که می‌خواهد. خاتمی یک قطره بسیار بسیار کوچک از اقیانوس بسیار بزرگ و موج‌خیز ملت ایران است که معتقدم بود و نبود خاتمی. از رهگذر اصلاحات هزینه های زیادی پرداختیم. خیلی افراد آسیب و صدمه دیدند و هر گامی که به هدف نزدیکتر بشویم یک پیروزی است. از مشکلات نباید هراسید. دوم این که وقتی کسی
در موقعیت من قرار میگیره، با محبت و یک دنیا امید مردم رئیس جمهور میشود و این محبت و امید مردم به او اعتباری میدهد در داخل و در خارج، او دیگر نمیتواند ملاک تصمیم گیری رو فقط تشخیصهای فردی و شخصیش قرار بده، باید با توجه به شرایط عمومی، به نیازهای عمومی جامعه که احساس میکنه تصمیم بگیره. وقتی هر کس به من دسترسی داره یا صدا و نظرش رو به من میرسونه، از من میخواهد که بیایم من این تشخیص رو و تشخیصم ترچیم و حالا آمدم. با تکیه بر همان عهد پیشین، اصول من همان است که بارها گفتم و بر اون تکیه میکنم، اما طبیعی است که با توجه به شرایط، با توجه به اولویت ها و نیاز ها، حتما باید روش ها و برنامه های جدیدی داشت، مشکلات رو حل کرد با کمک مردم که انشاءالله در جای خودش اون برنامه ها هم عرضه خواهد شد. این که مردم مرا بخواند یا نخواند، این در جریان انتخابات معلوم میشه و هر چند مردم تصمیم بگیرن مورد قبول من. من سرمایه اندکی دارم، سرمایه من آبروی من است و این آبرو رو با همت مردم و محبت مردم به دست آوردم در عرصه داخلی و در عرصه خارجی. این سرمایه در برابر فداکاری های ملت بسیار اندکه، در مقابل خون شهیدان و تحمل و شکیبایی خانواده‌های شهیدان من از ایران سرفراز آمدم به نمایندگی از ملتی بزرگ و پرآوازه که از ده‌ها قرن پیش صاحب تمدن اسلامی ملت ایران، انقلاب کلام در برابر زور ها همگان بپذیرند که به جای جنگ و خونریزی و کشتار میتوان و باید با یکدیگر گفتگو کرد. چندان همگی علیه نسل کشی، تجاوز و تحقیر انسان در گوشه گوشه جهان دست اتحاد به هم بدهند و جلوی فاجعه های ننگینی که از جمله در فلسطین و افغانستان و کوسوو و در بسیاری از نقاط آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین چهره انسانی این قرن را سیاه کرده است، بسیاری از مردم این بخش جهان دچار قحطی، بی‌سوادی و بیماری و برخی در به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‌کنم که به عنوان گام اول سال 2001 از سوی سازمان ملل سال گفتگوی تمدن‌ها نامیده شود. در عاشقی گریز نباشد به سوگ و ساز، استادم چو شمع مترسان ز آتشم، عشق دردانه است و من غواص و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا تا کجا سر بر کنم. یا علی مدد. ما هم آینه خانمای روح مهربان و آرزوی ملت ایران است، آنچرا که نیت کرده این پاسخ او رو از زبان حافظ بزرگوار بشنویم.
عشق بازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، هم نشینی نی کردار و ندیمی نی کردار. شاهدی از لطف و پاکی رشک آب زندگی، دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام. بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامونش چون روضه دارالسلام. صف نشینان نیک خواه و پیشکاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام. باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام. غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیر، زلف جانان از برای سید دل گسترده دام. نکته دانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون جامی قوام. هر که این عشرت نخواهد خوشتری بر وی تباه. هر که این مجلس نجوید زندگی بر وی. خدا رسد، من بارم، ساده میگویم و کوتاه و مختصر، که تو خود آگاهی به هر راز و هر چیز و هر کس و هر اتفاق. امروز اولین روز زمستان است، سرما خیال آمدن ندارد و آفتاب گرم و مستقیم می کند. در برخانه بر سر میز ظرف‌های انار و آجیل و هندوانه از این شب مانده که بلندترین شب سال بود و سیاه اما پربرکت. خدایا، دیشب فکر می کردم این شب یلدا هرگز صبح نخواهد شد. آن همه قرمزی تند انار و پسنه سیاه شب مرا به برش می آورد و مطمئن بودم این شب صبح شادی و برکت هیچ گاه تمام نخواهد شد. اما شب یلدا تمام شد و زمستان هم گرد و خشک و بی‌خاصیت مثل پاییز آمد. خدایا، 8 سال شب یلدا گذشت و حتی نگذاشتن قرمزی یک دانه انار روی میز بماند. فقط سبد سبد حسرت ماند و ترس و دلتنگی و یک عالم کار ناتمام و البته خاطره یک لبخند تاریخی. خدایا، بر ما ببخش هر کوتاهی که در حق شب یلدا و ماه شب یلدای ما کردی. اگر زیاد گستاخ بودی عجوب و جسور، بر ما ببخش که حتما میبخشی اگر گاهی فرصتها را از دست داده، اگر زیاد آرام بود و امیدوار و صبور، و آنهایی را ببخش که بر مهربانی نیایش های صمیمی ما میخندند و تنها تو را آنطور میپذیرند که خود میخواهند. خدایا، تو که خود بیتقصیر و بیگناهی، ما را، او را و آنها را تو ببخش که ما بخشیدیم برکت از دست رفته سالها. یاد گرفتیم که بگوییم حتما مصلحتی در کار است، شاید باشد. تو که خود بیتقصیر و بیگناهی، اما ما نمیبخشیم خودمان را، او را و آنها را اگر این شب پرستاره باز نگردیم.
خدایا ما از این روز و آفتاب و گرما دلزده ایم. این روز روشن و نورانی ارزانی همان تویی که این ماه و این همه ستاره را پاشا می کنه. ما یک شب یلدا می خواهیم به طول دومین روز خرداد، با یک ماه شریف که همه سرمایهش همین آبرویش است. و خدایا حفظ کن ماه شب یلدای ما را از هر گزند آسیب، نه از جن که از انس، از این شرایط پرفشار و وجه سفر که موهایش را به سپیدی یاس کرده است. فلاح از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم، من با تو ما میهنی آباد بسازیم، تو سید ما باشی و ما عاشق ایران، صد واقع چون دوم خرداد بسازیم، اندیشه با علم و قلم اسباب بلوغ است، نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم، با پرچم اسلام بر افراد بتازیم، منشوره بر افراشته داد بسازیم، صدها نفر این مکتب صد ساله نوشتن، صدهای دیگر با همه آهاد بسازیم، صد کوه بر افراشته در راه نشینن، با تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم، صدها نفر این مکتب صد ساله نوشتن، صدهای دیگر با همه آهاد بسازیم، صد کوه بر افراشته در راه نشینن، با تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم. که سکوت آتش فریاد بسازیم، من با تو ما میهنی آباد بسازیم، تو سید ما باشی و ما عاشق ایران، صد واقع چون دوم خرداد بسازیم، اندیشه با علم و قلم اسباب بلوغ است، نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم، با پرچم اسلام بر افراد بتازیم، منشوره بر افراشته داد بسازیم، صدها نفر این مکتب صد ساله نوشتن، صدهای دیگر با همه آهاد بسازیم، صد کوه بر افراشته در راه نشینن، ما تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم، صدها نفر این مکتب صد ساله نوشتن، صدهای دیگر با همه آهاد بسازیم، صد کوه بر افراشته در راه نشینن، با تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم.